به نام خدا سلام، به جلسه سوم مشتق خوش اومدید. امروز میخوایم راجع به مشتق تابه صحبت بکنیم، اینکه چجوری از تابه مشتق بگیریم و قوانین مشتق گیری رو با هم دیگه مرور بکنیم. بچه ها، کتاب درسی اومده اثبات کرده، صفحه 78 کتاب 12 رو حتما نگاه بکنید. ما اثبات رو دیگه اینجا نمیاریم. این اثبات از این جهت مهمه که توی امتحان نهایی ممکنه در واقع این اثبات رو از شما بخوان. اگر تو امتحان نهایی اثبات بدن، معمولا اثبات همین رو میدن. که چی؟ اگر تابه توی نقطه مشتق پذیر باشه، پیوسته است حتما تو اون نقطه. و طبیعتا اگر تابه توی نقطه پیوسته نباشه، مشتق پذیر هم نیست. حالا من میخوام یه دلیل سرانگشتی، نمیخوام اثبات رو الان برای شما بگم، شما برای اثبات به صفحه 78 کتاب 12 مراجعه بکنید، اثبات رو کامل ببینید. من میخوام یه دلیل سرانگشتی بگم که یه مقداری درک پیدا بکنید نسبت به این موضوع که چرا پیوستگی برای مشتق پذیری لازمه. اینجا رو اگه داشته باشیم، نگاه کنید بچه‌ها، تعریف مشتق این بود: f' ا میشه لیمیت f(x) منهای f(a) بر روی x منهای ax به سمت a. خب بچه ها، این حده همیشه مخرجش صفره دیگه، x داره به a نزدیک میشه، پس اگه من جای x a بذارم این مخرج صفره. پس اگر قرار این حد موجود باشه که تابه بشه مشتق پذیر، اگر قرار این حد موجود باشه، باید صورت چی باشه؟ صورت هم به سمت صفر بره. این که مقدار تابه است، این هم حد تابه است، لیمیت fx در واقع x داره به a نزدیک میشه، این حد تابه، این مقدار تابه. پس حد تابه و مقدار تابه باید با هم دیگه برابر باشن. چه زمانی حد با مقدار برابره؟ زمانی که تابه پیوسته است. پس من اگر تابه توی نقطه ای پیوسته نباشه، تابه پیوسته ای نداشته باشم، قطعاً تابه مشتق ناپذیر میشه تو اون نقطه. یا اگر بخواد تابه مشتق پذیر باشه، باید حتما پیوسته باشه. ولی اگه پیوسته بود، به این معنی نیست که لزوماً مشتق پذیرم هست. یعنی پیوستگی شرط لازم برای مشتق پذیریه، نه کافی. شرط لازمه. یعنی چی؟ یعنی من اگر ماشینم بنزین داشته باشه، اگه بخوام برم مسافرت، باید ماشینم بنزین داشته باشه. ولی بنزین داشته باشه که لزوما نمیرم مسافرت که. مثلا نگاه کنیم یه بنزین داره، خب بریم مسافرت. نه، این مدلی که نمیشه که. اگه بخوام برم مسافرت، پیش نیازش، شرط لازمش اینه که ماشین بنزین داشته باشه. ولی هر موقع بنزین داره، من مسافرت نمیرم. بنابراین شرط لازم برای مشتق پذیری هم پیوستگیه. ولی هر موقع پیوسته است، تابعمون پیوسته است، لزوما مشتق پذیر نیست. مثلا میخوام تابع پیوسته بکشم که مشتق پذیر نباشه، نقطه تیز میکشم از همونایی که نیم مماس چپ و راستشون رو تو جلسات قبلی کشیدیم و دیدیم که توی راستا نیستن. این نقطه رو ببینید، من برای کشیدن تابع از این نقطه که دارم رد میشم، ماژیک آرو تخته بلند نمیکنم، کلا برای رسمش ماژیک آرو تخته بلند نکردم، ولی نیم مماس راستش اینه، نیم مماس چپش اینه و توی راستا نیستن. بنابراین مشتقای چپ و راست با هم دیگه برابر نیستن، پس تابه توی نقطه مشتق پذیر نیست. قبلا هم گفتیم تو نقاط تیز در واقع تابه مشتق پذیر نیست، ولی پیوسته میبینید هست. پس پیوستگی شرط لازمه. اگه تابه مشتق پذیر باشه، حتما پیوستگی داره. یعنی اگه تو رفتی مسافرت، حتما بنزین داشته ماشینت. ولی اگه بنزین داره، لزوما مسافرت نمیری. یعنی اگه پیوسته باشه، لزوما مشتق پذیر نیست. خب همینطور برای مشتقای چپ و راست هم میتونم اینو بگم. یعنی چی؟ شرط لازم برای وجود مشتق راست پیوستگی راسته، شرط لازم برای وجود مشتق چپ پیوستگی چپ. یعنی برای چپ و راست هم میشه این جمله رو در واقع به کار برد. خب حالا میخوایم یه مثالی حل بکنیم، یه مقدار بیشتر راجع به مفاهیم در واقع مشتق پذیری و پیوستگی و ارتباطی که با هم دارن صحبت بکنیم. مثال 6، بچه‌ها یه تابع دو ضابطه‌ای بهمون داده، fx مساوی 3x برای x بزرگتر مساوی 1 و x2 به علاوه 1 برای x کوچکتر از 1. میگه این تابع رو رسم کنید، مقادیر مشتق چپ و راست رو توی 1 پیدا بکنید و نیم مماسای چپ و راست رو در صورت وجود رسم کنید. خب بریم سراغ ضابطه این تابع. اولین قدم اینه که این تابع رو رسم کنید. دلیل داره که من این رسم رو میخوام از شما، میخوایم که یه سری مفاهیم رو توی این رسم با هم دیگه مرور بکنیم. نگاه کنید بچه‌ها، برای x های بزرگتر مساوی 1 3x، 3x یه خطه، بهش 1 بدم 3 میده، یه نقطه توپر. چرا؟ چون اینجا مساوی دارم. از 1 به بعدم در واقع این خط رو دارم و با شیب 3 میرم بالا. این میشه این قسمت نمودار. x2 به علاوه 1 چی؟ x2 سهمیه، x2 به علاوه 1 یه واحد رو بردمش بالا این شکلی و 1 به بعدش رو میخوام، 1 اگر بهش بدم 2 میده. یعنی در واقع این شکلی.
این نمودار تابمون. خب این تا اینجا رسم کردیم. حالا بریم سراغ مشتقای چپ و راست. مشتقای چپ و راست رو حساب کنیم. مشتق راست توی یک لیمیت fx مون از ضابطه بالایی استفاده میکنم، cx منهای f1 یک به بالایی میشه داد، میشه 3 به x منهای 1، x به سمت 1 بیشتر. خب 0 0 رومه، اینم میتونم یه 3 فاکتور بگیرم، 3 تا x منهای 1، x منهای 1 هم با x منهای 1 ساده کنم میشه 3. این مشتق راست. خب بریم سراغ مشتق چپ. f x مون این سری x2 به علاوه 1، f1 مون همچنان 3. بچه ها شما نمیتونید یک رو به این پایینیه بدید، برای f1 بازم از این ضابطه استفاده میکنید، 3 اینم x منهای 1، x به سمت 1 کمتر میشه لیمیت x2 منهای 2 به x منهای 1، x به سمت 1 کمتر. بچه ها صفر صفر هم نیست، یک رو جایگذاری بکنم این منهای 1 اینم صفر کمتر میشه مثبت بی نهایت. پس مشتق در واقع چپمون شد مثبت بی نهایت. حالا بچه ها چی بهمون گفته بود؟ گفته بود تو مرحله بعدی بیا نیم مماسای چپ و راست رو هم رسم بکن در صورت وجود. خب من برای اینکه نیم مماس چپ و راست رو تو نقطه یک رسم کنم، نقطه آ رو روی مقدار تابه، ببینید اینجا نقطه توپره، رو مقدار تابه ثابت میکنم، بی رو اینجا نزدیک میکنم. بچه ها بی هر جای این خط باشه خط مماسمون همین خطه، یعنی در واقع نیم مماس راست میفته روی این خط. چرا؟ چون این شیبه که عوض نمیشه، یه خط شیبه ثابته دیگه. خب پس نیم مماس راستمون اینه و قبلا هم به دست آوردیم که مشتق راست میشه 3، پس شیبه این 3 و میدونیم خب خط 3 x شیبه 3 دیگه، این چیز مشخصی. حالا نقطه B رو میام چیکار میکنم؟ از چپ نزدیک میکنم، فرض کنید اینجا باشه، این میشه خط آبی، اینجا اینجا B داره همینجوری طولش به یک نزدیک میشه، انقدی نزدیک میشه که تقریبا میاد روی این نقطه توخالی قرار میگیره، زیر نقطه توپر، یعنی در واقع B میاد زیر آ قرار میگیره و چی میشه؟ دیگه تقریبا قائم میشه. چند تا نکته: یک، خطی که قائمه شیبش بی نهایته، مثبت بی نهایت یا منفی بی نهایت، این شیبا چی هن؟ مثبتن، پس مثبت بی نهایت. و اینجا هم ببینید مشتق چپمون مثبت بی نهایت شده بود. نکته بعدی، سمت راست نیم مماس راست تشکیل شد ولی سمت چپی این خطایی که من کشیدم به تابه مماس نیست. چرا مماس نیست؟ چون تابمون از چپ پیوسته نیست. نگاه کنید حد چپ تابه 2 ولی مقدار تابه 3. نگاه کنید از چپ پیوستگی نداریم. اگر پیوستگی این تابه رو از ضابطه هم بررسی میکردید این موضوع رو متوجه میشوید، نیازی به نمودارم نبود. بنابراین من وقتی پیوستگی چپ ندارم، مشتق چپ ندارم که هیچی، قطعا مشتق چپم بی نهایت میشه و ضمناً نیم مماس چپم هم تشکیل نمیشه. پس اگر پیوستگی مثلا راست، توی راست صحبت کنیم، برای چپم درسته، اگر پیوستگی راست رو دارم نیم مماس راست رو دارم. حالا اگر این نیم مماس قائم نباشه مشتق راستم دارم، و اگر نیم مماس، اگر ببخشید پیوستگی چپ رو مثلا ندارم قطعا نیم مماس چپ ندارم و ضمناً مشتق چپم هم قطعا بی نهایت. خب پس به این موضوع باید حواستون باشه و حسابی دقت بکنید که رابطه بین مشتق پذیری و پیوستگی رو قاطی نکنید. خب بچه ها همونطور که بهتون گفتم به جز نیوتن یه دانشمند دیگه، یه ریاضیدانی به اسم لایبنیتز هم در واقع تعریف مشتق ارائه کرده و خیلی جالبه که تقریبا اینا با هم دیگه هم عصر بودن و در یه دوره‌ای کار میکردن. البته لایبنیتز با تمرکز بر ریاضی و نیوتن با تمرکز بر فیزیک، و در واقع اون چیزی که از ریاضی از نیوتن باقی مونده ابزاری بوده برای اینکه تحقیقات خودش رو در زمینه فیزیک جلو ببره. لایبنیتز اومد چی گفت؟ لایبنیتز اومد گفتش که آقا بچه اینو ببینید، این تعریف نیوتنه دیگه، همینو میخوام بگم که با تعریف لایبنیتز دقیقا اینه همن. نیوتن میومد میگفتش که آقا F' آ لیمیت fx منهای fa به روی x منهای ax به سمت a، و چی میگفتیم؟ اگه این شکل رو بزرگ ببینیم که من بزرگش بکنم اینجا داشته باشیم، میومدیم میگفتیم که آقا برای یه تابعی مثل f نقطه ثابت a رو داشتیم، x میومد به a نزدیک میشد، اینجا x میاد به نقطه ثابت a نزدیک میشه و نقطه b میلغزه میاد به a نزدیک میشه، شیب این خطه میشه چی؟ شیب این خطه میشه
مشتقمون کم کم وقتی که x بنز کافی در واقع نزدیک بشه. خب لایبنیتس اومد گفتش که آقا این فاصله x از r رو اسمشو بذاریم h، یعنی در واقع x میشه a به علاوه h. نگاه کنید x a به علاوه h. حالا هر جا توی فرمول لایبنیتس، توی فرمول معذرت میخوام نیوتن، x میبینیم جاش a به علاوه h بذاریم ببینیم چی میشه. نگاه کنید ببینید جای x آی به علاوه h میذاریم، f a که همون f a، اگه جای x هم آی به علاوه h بذاریم میشه آی به علاوه h منهای a میشه h. حالا اینجا x به سمت a میرفت، الان دیگه متغیری به اسم x ندارم، x داره چی میشه؟ x داره به a نزدیک میشه. وقتی x به a نزدیک میشه این فاصله چی میشه؟ کم کم صفر میشه، یعنی h داره صفر میشه، پس h میره به سمت صفر. بنابراین بچه‌ها این تعریف لایبنیتس، این تعریف نیوتن، هر دو هم در کتاب درسی اومدن، البته بدون اسم این دو نفر. عرض کنم خدمت شما که پس این تعریف و این تعریف هیچ تفاوتی نداره. حالا اگر من بخوام مشتق راست رو با تعریف لایبنیتس بگم چجوری میگم؟ تو تعریف نیوتن چی میگفتم؟ فقط یه مثبت اینجا میذاشتم، x به سمت a بیشتر، یعنی x داره از راست با آن نزدیک میشه. توی این شکل ببینیم x داره از راست با آن نزدیک میشه. وقتی x از a بیشتره یعنی h مون مثبته، پس فقط کافیه h به سمت صفر مثبت بره. نگاه کنید توی تعریف لایبنیتس اگه این صفر رو بذارم صفر مثبت میشه مشتق راست تابه تو نقطه a، و اگه بذارم صفر کمتر یعنی x این ورش بوده، یعنی در واقع x منهای a که همون h یه عدد منفیه، پس اگه یه اندیس در واقع منفی اینجا بذارم مشتق چپ اگه بخوام بسازم کافیه h به سمت صفر منفی بره. یعنی توی تعریف مشتق لایبنیتس فقط برای مشتق چپ و راست مثل نیوتن کافیه مثبت و منفی بذاریم برای اینکه مشتق چپ و راست هم ساخته بشن. خب بریم یه تست حل بکنیم از تعریف لایبنیتس. تست 9 ببینید چی میگه. میگه برای تابع f داریم f بریم 2 منهای 3، مشتق تابع رو تا توی 2 بهمون میده منهای 3. میگه حاصل این حد چقدره؟ شبیه تعریف لایبنیتسه ولی دقیقاً خودش نیست. یه تغییرات کوچیکی اگه توش ایجاد بکنیم با مشتق تابع توی نقطه 2 مربوط میشه. اینجا نگاه کنیم بچه‌ها. خب بچه تعریف ما در واقع حدی که به ما داده سوال این شکلیه، ولی تعریف مشتق توی نقطه 2 یه ذره با این متفاوته. چه جوریه؟ این f2 به علاوه چه این وره f2 این وره. خب یه منفی فاکتور بگیرم این حل میشه، و ضمناً تو مخرجم h دارم، اینجا میتونم یه h فاکتور بگیرم. نگاه کنید بچه ها یه h فاکتور بگیرم میشه h به علاوه 4، اینجا هم یه منفی بذارم این پشت و اینو بنویسم f2 به علاوه h منهای f2 h به سمت صفر. خب اینم من میدونم که ضرب دوتا تابه رو میتونیم حداشون رو جدا کنیم از هم اگه موجود باشن، پس من مینویسم منفی لیمیت f2 به علاوه h منهای f2 به روی h، h به سمت صفر، ضرب در لیمیت چی مونده تو صورتی چی؟ یک. تو مخرج h به علاوه 4، h به سمت صفر. بچه قبول دارید که اگه این دوتا رو تو هم دیگه ضرب بکنید میشه همین تابع بالایی دیگه، این یک ضرب در این میشه این، h به علاوه 4 در h هم که میشه این مخرجه. خیلی خوب، حالا این چیه؟ این تعریف لایبنیتس مشتق تابع تو نقطه 2. این تعریف لایبنیتس مشتق تابع تو نقطه 2 هم بهمون سوال داده منهای 3. این هم یه حد خیلی ساده است، کافیه صفر رو جایگذاری کنیم میشه 1/4. یه دونه منفی هم که اینجا داریم، پس منفی منفی 3، 3 ضرب در 1/4، 3/4 میشه حاصل در واقع این حدمون که پرسیده که میشه گزینه 3. اینجا گزینه 3 رو داریم 3/4. بچه توی جلسه قبلی ما اومدیم برای هر تابعی توی هر نقطه دلخواهی مشتق حساب کردیم. بعضی از این مشتقا موجود بودن، بعضی از این مشتقا ناموجود بودن. ما این استفاده از تعریف مشتق برای حساب کردن مشتق توی نقطه رو
خیلی نمیپسندیدن در واقع به خاطر روال طولانیش، اومدن چیکار کردن؟ اومدن برای بسیاری از توابع این روال رو رفتن به شکل فرمول درآوردن که ما اینا رو یاد بگیریم، این فرمول رو با این فرمول مشتق تابع تو هر نقطه یا خیلی راحت تر حساب کنیم. مثال میزنم برای شما، مثلا تابع x3 رو در نظر بگیرید. توی نقطه دلخواهی مثل آ، یعنی من طول خاصی رو براش در نظر نمیگیرم، طول آ در نظر بگیرم که شما بعدن هر عددی دلتون خواست جای آ بذارید. مشتق تابع تو نقطه آ چی میشه؟ f فریم آ، لیمیت f x منهای f آ به روی x منهای آ، x منهای آ سه به x منهای آ که صفر صفر رومه. با استفاده از اتحاد چاقلاغر اینو باز کردیم، x منهای آ در چاقش و این x منهای آ با هم ساده شدن. آ رو بذارم این میشه آ دو، این آ دو، اینم آ دو، میشه سه آ دو. یعنی چی؟ یعنی مشتق تو نقطه آ برابر سه آ دوه. حالا من هر آیی دلم بخواد میتونم، هر عددی رو دلم بخواد میتونم اینجا جایگذاری بکنم جای آ. بنابراین من یه فرمول برای مشتق تابع x سه پیدا کردم، یا به عبارتی من تابع مشتق رو پیدا کردم. شما اگه من بگی که آقا مشتق توی مشتق x تو 5 چند میشه، من میدونم مشتق x 3 a2 جای a 5 میذارم، یا به عبارتی 3x2 جای xش 5 میذارم. پس یه تابع برای مشتق ساختم، در واقع اومدم گفتم که آقا مشتق تابع x 3x2. حالا این کار در واقع برای بسیاری از توابع اتفاق افتاده و اون چیزی که ما باید برای مشتقگیری به عنوان فرمول مشتقگیری بدونیم دو تا چیز بیشتر نیست. این دو تا چیز چیه؟ یک، تابع ثابت، تابع fx مساوی k. تابع ثابت مشتق صفره، این اولیش خیلی آسون بود. دومی x به توان m، یه تابع چند جمله ای، x به توان هر چیزی. این ام میتونه صحیح باشه، میتونه صحیح نباشه، میتونه گویا باشه، میتونه گنگ باشه، هر چیزی. بدون اثبات هم دارم در واقع این رو به شما میگم، برای صحیحش اثباتش تو کتاب درسی هست. x به توان ام مشتقش چی میشه؟ این ام میاد میشه ضریب. نگاه کنید، من یکم زوم کنم که شما راحت تر ببینید. این توانه میاد میشه ضریب، نگاه کنید اومده این ضریب شده، یه واحدم از این توانه کم کردیم شده ام منهای 1. پس دو تا فرمول داریم، تابع ثابت مشتق صفر، x به توان m، این ام میاد میشه ضریب، یه دونه از توان کم میکنیم. بچه‌ها خیلی فرمولای عجیب غریبن بعضی موقع تو بعضی منابع، یا در واقع حالا ممکن از آدمای مختلفی بشنیم، ولی همین دوتا تمام همه توابع رو، چه رادیکالی باشن چه چند جمله‌ای باشن، با استفاده از قوانینی که در آینده یاد میگیریم توابع پیچیده تر رو هم حتی میتونیم با همین دوتا مشتقش رو بگیریم. خب بریم یه مثالی داریم که میخوایم مشتق چند تا توابع رو حساب بکنیم. مثال هفت گفته مشتق توابع زیر رو تعیین بکنی، یعنی در واقع توابع مشتقشون رو پیدا کنیم. خب اینجا نوشتیم توابع رو، قسمت الف امون میگه fx مساوی منهای 5، تابع ثابت مشتق صفر، f فریم x مساوی صفر. این یکی رو ببینید، 2 به توان 2x و علاوه 1 برو 4 به توان x. بچه اینو نگاه کنید، من این مدلی می‌نویسم، 2 ضرب در 2 به توان 2x 4 به توان x. اینم چیه بچه‌ها؟ 2 به توان 2x در واقع همون 2 به توان 2 به توان x، یعنی 4 به توان x. خب 4 به توان x به 4 به توان x ساده میشه، میشه تابع ثابت 2. تابع ثابت باز هم مشتقش صفره. بریم سراغ بعدی، میگه x به توان 5. آقا چی کار میکنم؟ این 5 رو میارم میکنم ضریب، یه واحد ازش کم میکنم، پس مشتقمون میشه 5 تا x به توان 4. بریم سراغ بعدی، 7 رو میارم میکنم ضریب، x 7 یه واحد از توانمون کم میکنم، f فریم x میشه 7 تا x به توان 6. یک ایکسوم بعدی گفته آقا یک ایکسوم اول به شکل توان x باید بنویسیم، یعنی بنویسیم x به توان منهای 1. حالا مشتق بخوام بگیرم اینو میارم میکنم ضریب منفی، دیگه یکشو نمینویسم، یه واحد ازش کم کنم میشه x به توان منفی 2، یا به عبارتی منفی 1 به روی x 2. بچه ها خیلی پرکار برده، یک ایکسوم منفی 1 به روی x2. اگه حفظ باشید خوبه، تو حل تستا میتونه 10 ثانیه 15 ثانیه شما رو جلو بندازه. این روند رو نرید، پر کار برده. 1x منفی 1 به روی x2. بریم سراغ بعدی، 1 به روی x3 چی بنویسم؟ اینو اول بنویسم x به توان
منفی 3. حالا میخوام مشتق بگیرم، این منفی 3 میاد میشه ضریب منفی 3، یه دونه از توانش کم میکنم x به توان منفی 4، یا به عبارتی منفی 3 به روی x 4. بریم سراغ بعدی. بعدی گفته رادیکال x به شکل توانی از x بنویسیم. یعنی چی؟ یعنی x به توان 1/2. حالا اگه ازش بخوام مشتق بگیرم f' x میشه 1/2 x به توان یه واحد ازش کم کنم منفی 1/2، یا به عبارتی توان منفی رو میدونم بیارم تو مخرج میشه توان مثبت، یعنی 1/2 x به توان 1/2، یا به عبارتی 1/2 رادیکال x. بچه ها اینم از اون پرکار برده است، رادیکال x مشتقش 1/2 رادیکال x. حفظ کنید به دردتون میخوره، رادیکال x 1/2 رادیکال x. خب بریم سراغ فرج 3x. فرج 3x یعنی x به توان 1/3، پس مشتقش میشه 1/3 x به توان منهای 2/3. این توانه اومد شد ضریب، یه دونه از توان کم کردیم. من اینم میخوام ببرم تو مخرج به شکل توان مثبت بنویسم، یعنی 1/3 تا x به توان 2/3. بچه ها این توان 2/3 هم میخوام اینجوری بنویسم، فرج 3 x 2. اینم از اون پرکار بوده است، شد سومی فرج 3 x 1/3 تا فرج 3 x 2. حفظ باشید به دردتون میخوره، فرج 3 x 1/3 تا فرج 3 x 2. اگه حفظ نباشیدم با همون رابطه که گفتیم x به توان mm x به توان mmn های 1 میتونید به دست بیارید، الانم با همون به دست آوردیم، ولی برای حل تستا ممکنه چند ثانیه ما رو جلو بندازه. بریم سراغ بعدی. مورد ت بچه ها گفته 1/3 فرج 3 x 2. یعنی چی؟ یعنی 1/3 x به توان 2/3، یا به عبارتی x به توان منهای 2/3. خب میخوام مشتق بگیرم، f' x میشه این توانه میاد میشه ضریب منهای 2/3 x به توان یه واحد ازش کم بکنیم منهای 5/3. اینم میبرم توی مخرج که توانش مثبت شه، یعنی منهای 2 به روی 3 تا x به توان 5/3، منهای 2 به روی 3 تا x به توان 5/3 هم بنویسم فرج 3 x 5. بچه‌ها گفتم که مشتق گیری دو تا فرمول بیشتر نداره، واقعیت هم همینه که همون دو تا فرمول، یعنی مشتق تاب ثابت و x به توان. ولی یه قوانینی هم برای مشتق گیری داریم که با استفاده از این قوانین میتونیم در واقع تابه‌های پیچیده‌تر رو هم از ضابطه‌اش مشتق بگیریم. این قوانین رو ببینید، 4 تا قانون ما داریم و این 4 تا قانون خیلی ساده‌ن و میتونید قشنگ حفظشون بکنید و اگه تمرین بکنید دیگه اصلا این 4 تا قانون کاملا براتون یه چیز روون و راحتی میشه. قانون اول چی میگه؟ میگه آقا اگه یه تابعی یه ضریبی داره، یه ضریب ثابت مثل k، میخوای ازش مشتق بگیری، یعنی k f x یه ضریب ثابتی داره، میگه این k رو بی خیال شو، k رو عیناً بنویس، از تابع مشتق بگیر. یعنی ضریب ثابت از مشتق گیری رد میشه. یعنی چی؟ یعنی ضریب ثابت رو بذار کنار، اینجا دوباره بنویس، از تابع مشتق بگیر، مشتقش رو کنارش بذار. این از این. قانون دوم میگه یه تابعی جمع دوتا تابع است یا تفاضل دوتا تابع است، مشتقش میشه تفاضل مشتقا. یعنی چی؟ یعنی f به علاوه g، f و مشتق بگیر، g هم مشتق بگیر، بینشون جمع و بذار، اگه منهای بینشون منها بذار. پس اگه دوتا تابع دارم با هم دیگه جمع شدن، از این مشتق میگیرم، از این هم مشتق میگیرم، دوباره بینشون جمع رو میذارم. ضرب دوتا تابع، یعنی y مساوی fx ضرب در gx، مشتقش چی میشه؟ f' g به علاوه g پریم f. به عبارتی بچه ها فارسی شو حفظ میکنن، کار درستری هم هست، مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی، مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. پس اینم برای مشتق ضرب دوتا تابه. حالا تقسیم دوتا تابه نگاه کنید، f بریم g منهای g پریم f به رو g دو. فارسیش رو حفظ بکنیم بهتره، مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان دو. پس 4 تا در واقع قانون شد. این 4 تا قانون چیا بودن؟ مرور کنیم. آقا ضریب ثابت و مشتق گیری رد کنید، این قانون اول. مشتق جمع میشه جمع مشتقا، همینطور برای تفاضل. مشتق ضرب میشه مشتق اولی در دومی و البته مشتق دومی در اولی. مشتق تقسیم میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان دو. خب بریم حالا مثال 8 رو میخوایم حل بکنیم. ببینید مثال 8 چی میگه.
میگه آقا F دو سه F فریم دو منهای دو، پس توی دو مقدار تابه رو داده برای F، مشتق هم بهمون داده. G مقدار تابه رو داده، مشتق هم داده. G و دو یک، G پریم دو هم چهار. میگه مشتق تابع زیرو در نقطه دو پیدا کنید. اولی گفته 5 تا Fx. بریم رو تخته اینجا ما استفاده بکنیم از اطلاعات و سوال حل بکنیم. قسمت اول گفته 5 تا Fx. خب آقا من میخوام از این مشتق بگیم. قانون اول چی میگه؟ میگه آقا 5 ضریب ثابت هم مشتقی رد میشه، میشه 5 تا F پریم X. 5 رو عیناً خودشو نوشتم، از این مشتق گرفتم F پریم. خب میگه تو چند؟ تو چه نقطه ای؟ گفته تو نقطه 2. یعنی 5 تا F پریم 2. F پریم 2 رو سوال بهم داده منهای 2. یعنی 5 تا منهای 2 میشه منهای 10. این از بریم سراغ بعدی. آقا اول این که من میخوام از این مشتق بگیرم، دو تا تابع بینشون تفاضل وجود داره. مشتق تفاضل میشه تفاضل مشتقا، یعنی همین منها رو بیار اینجا بنویس. حالا مشتق این چی میشه؟ قانون اول یه ضریب ثابت داره، ضریب رو بنویس از تابع مشتق بگیر. مشتق این ضریب رو بنویس از تابع مشتق بگیر. دوباره میگه تو نقطه دو، پس دو تا اف پریم دو منهای سه تا جی پریم دو. دو تا اف پریم دو چنده؟ منهای دو، منهای سه تا جی پریم دو چنده؟ چهار. میشه منهای چهار منهای دوازده منهای شونزده. بریم سراغ قسمت بعدی. مشتق ضرب رو پرسیده بچه ها. مشتق ضرب چی میشد رابطش؟ مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی. میگه تو نقطه دو، یعنی اف پریم دو جی دو به علاوه ج پریم دو اف دو. سوال به هم اف پریم دو رو داده منهای دو، جی دو رو به هم داده یک، ج پریم دو رو به هم داده چهار و اف دو رو هم به هم داده سه. بنابراین میشه منهای دو به علاوه دوازده مساوی با ده. قسمت بعدی تقسیم رو پرسیده. مشتق تقسیم چی میشد؟ مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان دو. یعنی ایگرک پریم میشه اف پریم ایکس در جی ایکس، مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان دو. خب میگه تو نقطه دو، یعنی چی؟ یعنی اف پریم دو جی دو منهای جی پریم دو اف دو به روی جی دو دو. خب اف پریم دو چنده؟ اف پریم دو منهای دو. جی دو چنده؟ جی دو یک منهای جی پریم دو چنده؟ چهار. اف دو چنده؟ سه. به روی جی دو چند بود؟ یک به توان دو. خب این منهای دو، اینم منهای دوازده، میشه منهای چهارده به روی یک، برابر میشه با منهای چهارده. بریم سراغ تست بعدش، تست ده. خب ببینید بچه ها، میگه که با نمودارهای، با توجه به نمودارهای تابع اف و جی مشتق اف جی اوم رو پیدا کنیم. آقا این مشتق اف جی اوم چی داره توی فرمول؟ مشتق اف جی اوم میشه اف پریم در جی منهای جی پریم در اف به روی در واقع جی دو. پس من وقتی تو نقطه دو میخوام مشتق این تابع رو پیدا کنم، اف دو رو میخوام، جی دو رو میخوام، اف پریم دو رو میخوام، جی پریم دو رو هم میخوام. خب نگاه کنید بچه ها، اول نمودار تابع اف. من روی تابع زوم کنم، نگاه کنید این تابع اف، این آبی رنگ خط موماس بهش تو نقطه دو رو کشیده. خب وقتی خط موماس بهش تو نقطه دو رو کشیده، یعنی شیب خط موماس میشه مشتق تو نقطه دو. خب شیب این خط چقدره؟ اول اینکه خط مثبته، بعد اینجا رو ببینید بچه، این دو واحد، این یه واحد، این دو واحد، این یه واحد. تانژانت این زاویه یا تانژانت این زاویه، چون این زاویه با این زاویه برابره، من میتونم تانژانت اینو پیدا کنم. این دو واحد، این یه واحد، دو تقسیم بر یک میشه دو. بنابراین اف پریم دو دوه. این از این. حالا اف دو چنده؟ خب من معادله خطا رو میتونم به دست بیارم. چه جوری؟ آقا شیبشه که به دست آوردیم دو، عرض از مبدأش هم که منهای دوه، بنابراین معادله خط چیه؟ دو ایکس منهای دو. خب من اگه دو رو بهش بدم،
مقدار این خطر رو تو نقطه دو پیدا میکنم که نقطه دو روتابمون هم هست، یعنی مقدار تابارم داریم پیدا میکنیم. 2x منهای 2 اگه بهش بدم میشه 2، پس f2 هم 2ه. پس f2 رو پیدا کردم، f' 2 رو هم پیدا کردم. بریم سراغ تابع g. تابع g بچا تو نقطه دو خط مماس رو باز برامون کشیده. این خط مماس شیبش چقدره؟ با شیبش میتونیم g' 2 رو پیدا کنیم. اولا شیبش منفیه، تانژانت این زاویه رو ببینید، 3 ضلع روبرو به روی 4، 3 4م، چون شیبش منفیه منفی 3 4م، پس جپریم 2 میشه منفی 3 4م. این از این میمونه جی 2. آقا معادله خطر رو چجوری بنویسم؟ شیبش رو دارم منفی 3 4م، عرض از مبدارم دارم، پس معادله خطی چی میشه؟ منفی 3 4م x به علاوه 3. اگه بهش 2 بدم به هم 3 دوم میده، پس این نقطه 2 و 3 دوم هم رو خط مماسه هم روی تابست، یعنی در واقع نقطه تماسه. پس جی 2 3 دومه، جی پریم 2 منفی 3 چهارمه. پس برای جی هم جی 2 رو پیدا کردم، جی پریم 2 هم پیدا کردم، اف هم اف 2 رو پیدا کردم، اف پریم 2 هم پیدا کردم. حالا مشتق چی رو میخوام؟ مشتق اف به روی جی رو میخوام. بریم اینجا حساب کنیم. ایگرگ شده اف ایکس به روی جی ایکس، ایگرگ پریم چی میشه؟ مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت به روی مخرج به توان 2. توی نقطه 2 جای ایکس 2 بذارید میشه اف پریم 2 جی 2 منهای جی پریم 2 اف 2 به روی جی 2 2. بقیه رو داریم، مقادیر رو دیگه، بقیهش دیگه همش حساب کتاب ساده است. اف بریم 2 چند بود؟ 2. جی 2 چنده؟ 3 دوم. منهای جی پریم 2 منفی 3 چهارم. اف 2 چنده؟ 2. جی 2 هم چند بود؟ 3 دوم به توان 2 اینجا بذاریم، یعنی 9 چهارم. خب این میشه 3، این هم میشه به علاوه 3 دوم. 3 6 دوم به علاوه 3 دوم میشه 9 دوم، اینم 9 چهارم. 9 با 9 ساده میشه، میشه 4 دوم. 2 که 2 هم ببینیم توی کدوم گزینه اومده، گزینه 1، مقدارش میشه 2. بچه ها تست 11 رو نگاه کنید. گفته fx فلان 1 به روی x2 به علاوه x به علاوه 1 gx x3 منهای 1، حاصل f پریم 3 در g3 و علاوه g پریم 3 در f3. آقا این ما رو یاد چی میندازه؟ مشتق اولی در دومی و علاوه مشتق دومی در اولی. این چی بود؟ مشتق ضرب بود. یعنی این مشتق ضرب f و g تو نقطه 3 در واقع. پس ما چی رو میخوایم اینجا رو اگه داشته باشیم؟ ما در واقع این f پریم 3 در g3 و علاوه g پریم 3 در f3 که نوشته در واقع هست f ضرب در g مشتقش تو نقطه 3. خب من بیام اول f رو ضرب در g کنم. f رو اگه بخوایم ضرب در g بکنیم، نگاه کنید بچه ها، f ضرب در g چی میشه؟ این میره تو صورت این، یعنی میشه x3 منهای 1 x2 به علاوه x به علاوه 1. خب بچه ها اینو اگه با اتحاد چاقلاغر بازش کنیم میشه x منهای 1 در x2 به علاوه x به علاوه 1. این با این ساده میشه، میمونه x منهای 1. پس آقا f ضرب در g x منهای 1ه. خب حالا ازش مشتق بگیریم، f g پریم چی میشه؟ مشتق این، مشتق x منهای 1 چی میشه؟ این یه تفاضل بینشون، این تفاضل رو بذاریم، 1 مشتقش میشه 0، x هم مشتقش میشه 1. بنابراین مشتق این تابع میشه 1. پس مشتقش تو 3 هم 1. خب که توی گزینه 3 داریم. حالا ببینید بچه ها سوال بعدی رو، یه مثال داریم. مثال 9 میگه مشتق تابع زیر رو تعیین کنید. الان دیگه ما اون چیزی که از فرموله یاد گرفتیم و اون چیزی که از قوانین یاد گرفتیم رو میخوایم ترکیب کنیم و مشتق این توابع رو حساب بکنیم. من این توابع رو الف به جیم دال ه رو روی تخته نوشتم، میخوایم بریم مشتقاش رو حساب کنیم. بریم. خب حالا اول که راه نیفتادیم، من یه مقداری آروم آروم میرم جلو و اینکه از هم به همه قوانینی که دارم استفاده میکنم تو مشتق گیری اشاره میکنم. خب بچه ها ببینید، اول اینکه آقا بین اینا چیه؟
جمع و تفریق. آقا همین جمع و تفریقا رو بذار بین مشتقا. حالا شروع کنیم مشتق گرفتن. 5x کدوم قانونو داره؟ یه ضریب داره. 5 رو بذار کنار. حالا از x مشتق بگیر. اون 3 میاد میشه ضریب، یه دونه از توان کم می‌کنی میشه چی؟ 3x2. ضرب داره 5 میشه چی میشه؟ میشه 15x2. پس انگار از همون اول 3 رو تو این 5 ضرب کردی شده 15، یه دونه از توان کم کردی. آقا پس اگه یه ضریبم پشت یه چند جمله‌ای بود، توانه رو بردار تو اون ضریب ضرب کن راحت، با خیال راحت. پس دیگه من تا آخر همینجوری میرم جلو. آقا 2 تو این 4 ضرب میشه 8، یه دونه از توان کم میکنم x. 7 x به توان 0، یعنی دیگه چیزی ننویسم دیگه. 11 هم که میدونم عدد ثابته و مشتقش میشه 0. پس شد 15x و من 8x به علاوه 7. بریم سراغ بعدی. بچه‌ها ضرب دو تا تابه است. مشتق اولی در دومی، بله مشتق دومی در اولی. مشتق این چی میشه؟ مشتق x2 2x، مشتق 1 0، دیگه ننویسیم، در دومی به علاوه مشتق دومی 7، مشتق منهای کم 0، دیگه ننویسم. مشتق این چی میشه؟ ببخشید خود اینم مینویسم، x2 به علاوه 1. مشتق اولی در دومی، بله مشتق دومی در اولی. اینم از این. بریم سراغ بعدی. f'x تقسیم مشتقش چی میشد؟ مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت به رو مخرج به توان 2. بریم مشتق صورت 5 در 2x منهای 1، منهای مشتق مخرج 2 در صورت یعنی 5x منهای 2 به روی 2x منهای 1 به توان 2. بچه من اینو میخوام یکم ساده کنم، دلیل رو بقیه رو ساده نکردم، همون جوری ول کردم رفت، ولی اینو میخوام ساده کنم به یه نتیجه برسیم. نگاه کنید، 5 ضرب در 2x یه 10x میده، 2 ضرب در 5x هم یه 10x میده، اینا با هم میرن، 10x منهای 10x میره. یه دونه منهای 5 دارم، یه دونم به علاوه 4 دارم، میشه منهای 1 در 2x منهای 1 به روی 2x منهای 1 به توان 2. خب بچه‌ها این یه تابع خاصه، اسم داره، اسمش چیه؟ تابع هموگرافیک. تابع هموگرافیک چیه؟ خط به رو خط، درجه 1 به رو درجه 1، یا درجه 0 به رو درجه 1، یعنی حد اکثر درجه صورت و مخرج میتونن 1 باشن. مخرجم نباید درجه 0 باشه، یعنی نباید عدد باشه، چون عدد باشه میشه خط. پس درجه 1 به درجه 1 رو میگیم تابع هموگرافیک. آقا تابع هموگرافیک به طور کلی چه شکلیه؟ ضابطش AX به علاوه B به CX به علاوه D. حالا اینا رو برای چی دارم میگم؟ اینا رو برای این دارم میگم که آقا تابع هموگرافیک رو میتونی مشتقش رو یکم سریع‌تر حساب کنی. چه جوری؟ نگاه کن اینو، AD ضرب در BC، اینو بنویس توی صورت. نگاه کنید، AD منهای BC مخرج به توان 2، همین مخرج رو برداری یه توان 2 براش بذار. حالا اینجا رو ببینید، این تابع رو ببینید، AD منهای 5 منهای BC منهای 4 میشه منهای 1، مخرج به توان 2 هم همینجا نوشت. بنابراین تابع هموگرافیک یعنی AX به علاوه B برسی CX به علاوه D، اشکالی نداره اینو حفظ نکنید، ولی بازم میگم حفظ کردن این مثلا همچین نکاتی میتونه ما رو یه 10-15 ثانیه تو حل تستا جلو بندازه. مشتقش پس توی صورت مینویسی AD منهای BC، توی مخرج هم مخرج همین کسب رو مینویسی به توان 2. بریم سراغ بعدی. آقا اینم از همون استفاده کنم؟ نه هموگرافیک نیست، مخرجمون درجه 2، حواستون باشه از اون نکته استفاده نکنید، این تابع هموگرافیک نیست. خب f'x میشه مشتق صورت 1 در مخرج x2 به علاوه 1، منهای مشتق مخرج 2x در صورت ضرب در x به روی مخرج به توان 2. خب یکم ساده کنیم، x2 به علاوه 1 منهای 2x2، پس میشه 1 منهای x2، ببخشید این توان 2 رو نذاشته بودم، x2 به علاوه 1 به توان 2، اینم میشه مشتق. بریم سراغ بعدی، بازم تقسیمه، بازم از همون قاعده تقسیم استفاده میکنیم. مشتق صورت، بچه مشتق رادیکال ایکس رو قرار شد حفظ کنید، 1 به روی 2 رادیکال ایکس در مخرج فرج 3x منهای 1، منهای مشتق مخرج فرج 3x هم قرار شد حفظ کنید، 1 به روی 3 تا فرج 3x 2 در صورت یعنی رادیکال ایکس به علاوه 3 به روی مخرج به توان 2 یعنی فرج 3x منهای 1 به توان 2، که دیگه حالا نیازی نیست سادش هم بکنیم. بچه‌ها تست 12 میگه که اگه نمودار تابع f(x) مشابه شکل مقابل باشد، مشتق تابع فلان در نقطه x مساوی 1.
آقا من برم از این مشتق بگیرم، از قوانین مشتق استفاده کنم، از این مشتق بگیرم ببینم کجا به نمودار نیاز پیدا میکنم. خب ضابطه تابار من رو تخته نوشتم، بریم شروع کنیم مشتق گرفتن. خب ج پریم x یه تابع کسری دارم، میشه مشتق صورت یعنی سه x دو به علاوه دو x در مخرج یعنی f x منهای مشتق مخرج یعنی f پریم x، نمیدونیم ضابطش چیه پس بجای مشتقش f پریم میذاریم، در صورت یعنی x2 به علاوه x3 به علاوه x2 به روی مخرج به توان 2 یعنی f2 x. آقا میگه توی نقطه 1 یعنی جای x ها 1 بذار، پس j پریم 1 اینجا 1 بذارم میشه 5 تا f1 منهای اینم f پریم 1 اینم 2 2 تا f پریم 1 به روی f1 به توان 2. خب من چیا لازم دارم برای اینکه این کسر رو حساب کنم؟ یه f1 میخوام، نمیدونم چنده، یه دونم f1 میخوام. پس اینا رو من باید از نمودار در بیارم. بریم سراغ نمودار. من زوم کنم روی نمودار، قشنگ نمودار رو ببینیم. نگاه کنید این نمودار f آبی رنگ در واقع نمودار f، اولی که خط مماس به تابه تو نقطه 1 رو برامون کشیده، پس شیب این خط مشتق تو نقطه 1، شیب این خط چقدره؟ اولا مثبت شیبش، تانژانت این زاویه رو یعنی در واقع زاویه که با مثبت محور x هم می‌سازه رو باید حساب کنم، این زاویه هم با این زاویه برابره. خب تانژانت اینم بخوام حساب کنم، ضلع رو به رو 4، ضلع مجاور 2، 4 به 2 میشه 2، پس f پریم 1 2. خب این از این، اینو فعلا بذاریم کنار. حالا آقا f 1 چنده؟ آقا این 1 نقطه تماس دیگه، یعنی هم رو خط هم رو تابه. پس اگر مقدار خط رو تو یک من حساب کنم، مقدار تابم تو یک حساب شده. معادل خط چیه؟ شیب گفتیم 2 عرض از مبدا منهای 4. خب پس معادلش میشه 2x منهای 4، بهش 1 بدم میشه منهای 2. پس f1 منهای 2 و f پریم 1 هم 2. بریم اینا رو جایگذاری کنیم. پس f1 شد منهای 2، f پریم 1 هم شد 2. جای این f1 میذارم منهای 2، f پریم 1 هم شد 2. عرض کنم خدمت شما که f1 هم اینجا چند بود؟ منهای 2 به توان 2 میشه 4. خب این میشه منهای 10 منهای 4 به روی 4، میشه منهای 14 چهارم یا منهای 7 دوم، که منهای 7 دوم توی گزینه 2 اومده.